شکست حزب حاکم در انتخابات شهرداری ها در پایتخت ترکیه، آیا ستاره بخت اردوغان در حال افول است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. ناکامی حزب عدالت و توسعه در انتخابات شهرداری های پایتخت و نتایج نچندان دلگرم کننده در چند شهر بزرگ قطع نوار پیروزی های جریانی تلقی شده که 25 سال یک کتاز میدان بود و در این ربع قرن آشکارا حرکتی اسلامگرایانه را در نظامی غیر دینی دنبال میکرد. پیامد این شکست ها برای حزب عدالت و توسعه و به خصوص برای رجب طیب اردوغان، مرد بلند پروازی که گویا به ترکیه به عنوان میراثدار امپراتوری عثمانی نگاه می کند، چه خواهد بود؟ آن هم زمانی که اقتصاد ترکیه با مشکل روبرو شده، رابطه با اروپا و آمریکا به دور از تنش نیست و اوضاع در رقابت های منطقه ای چندان برای حکومت نوید دهنده نیست. مفهوم این شکست ها برای ترکیه و منطقه چیست؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با هادی نیلی، خبرنگار ما در استانبول، عباس ولی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استانبول از همین شهر با ما، و حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل از ازمیر ترکیه. خوش آمد میگم به همه مهمانهای برنامه. اول هادی، حزب عدالت و توسعه در مجموع برتری خودش رو در سطح کشور حفظ کرده، ولی در پایتخت نتایج خیلی دلگرم کننده نیست. یکی دو جای دیگه هم که خب محل مناقشه است. تا چه اندازه میشه گفت که این نتایج یک شکست میتونه تلقی بشه؟ اگر به آمار کشوری نگاه بکنیم، به آماری که در کل ترکیه به دست آوردن، ائتلافی که حزب حاکم، حزب عدالت و توسعه، با حزب MHP، یک حزب ملیگرا تشکیل داده به اسم ائتلاف ملت، این ائتلاف آرایی که آورده تعدادش تعداد در واقع بالاتر از نیم هست و اساساً به نظر میرسه با نتایج انتخاباتی که در دست هست، میزان آرایی که به نفع این ائتلاف ریخته شده بیش از مشابهش در انتخابات قبلی هست، در انتخابات مشابه قبلی. به این معنی خب حزب عدالت و توسعه همچنان قدرت خوبی نشون داده. ولی اگر ما به دو شهر عمده‌ای که در این 25 سال در دست جریان‌های فکری مشابه حزب عدالت و توسعه یا حتی خود این حزب بوده، چهره‌های خود این حزب بوده، نگاه بکنیم، به استانبول و آنکارا، خب این دو شهر رو از دست دادن. شهرداری استانبول و آنکارا رو که اگر طبق نتایجی که تا الان داریم از دست داده باشن، این معنادار هست برای حزب عدالت و توسعه و برای ناظران سیاسی در ترکیه، به این خاطر که یک ضرب المثلی هم هست، میگن اگر استانبول رو نتونید ببرید، نمیتونید ترکیه رو ببرید. سابقه تاریخی هم داره این صحبت. ولی حالا اینکه این ضرب المثل چقدر به واقعیت سیاسی نزدیک باشه، باید به این هم نگاه کرد که خود رجب طیب اردوغان اساساً از این شهر، از شهر استانبول برآمد در سیاست ترکیه و به اینجا رسید که الان رئیس جمهوری هست که چنین قدرتی داره و با قدرتی که الان دیگه متمرکز شده در نهاد ریاست جمهوری ترکیه. خب او وقتی از این ریشه برآمده، این که این شهر رو از دست بدهن خودش برای این حزب معنادار هست. آقای ولی، شما برایند رو به کدوم سمت می‌بینید؟ آیا میشه گفت که آقای اردوغان نتیجه ناامید کننده گرفته؟ بله، به نظر من نتیجه ناامید کننده ای داشته و خود آقای اردوغان هم با رفتار و گفتارش بعد از انتخابات عملا این را نشون داده. آقای اردوغان متوجه شده که اون گفتمانی که یعنی کوشش برای بقای ترکیه و اون دید شدید امنیتی که برقرار کرده بود در طول انتخابات و همچنین گفتمان ترور و ترور خارجی و داخلی مؤثر واقع نشده، بخصوص در بین طبقه متوسط جدید در شهرهای بسیار کلان، شهرهای مهم. به نظر من آقای اردوغان به این نتیجه رسیده که باید این گفتمان عوض بشه، ولی عوض کردن این گفتمان چندان کار ساده ای نیست، به علت ائتلافی که با حزب حرکت ملی داره و حزب حرکت ملی روی این گفتمان امنیتی و ناسیونالیستی آمیخته به مذهب تاکید خواهد کرد.
بنابراین اگر آقای اردوغان بخواد واقعا در راه جدیدی پیش بره، باید در چند و چون این ائتلافی که با محپ داره، با این حزب حرکت ملی داره، دوباره بازنگری بکنه. این یک مسئله اساسی است. مسئله دیگه این هستش که در این انتخابات با وجود این که کردها در منطقه خودشون اونجوری که لازم بود و انتظار داشتن موفق نبودن، ولی عملا بار دیگر ثابت کردن با استراتژی که پیش گرفتن، تونستن به صورت یک نیروی فرا اتنیکی و فرا قومی از دیوارهای قومی بگذرن و بر نتیجه انتخابات در آنکارا و بخصوص در استانبول تأثیر اساسی داشته باشن. موضوع رو یه مقدار بیشتر باز میکنیم آقای ولی در فرصتی دیگر در همین بحث. شما بیشتر تأکید کردید بر روی سیاستگذاری هایی که انجام شده توسط حزب عدالت توسعه و همینطور ائتلاف، ولی آقایی چقدر ممکنه که اینجا اقتصاد به عنوان یک عامل مطرح بوده باشه؟ به خاطر اینکه ما میدونیم اقتصاد ترکیه تقریبا در رکود قرار گرفته، تورم حدود 20% افزایش پیدا کرده، ارزش پول واحد ملی به 1/3 کاهش پیدا کرده. من ابتدا اشاره بکنم که اگر ما به نتایج حالا انتخابات نگاه بکنیم، نتایج آرا، هرچند حالا به طور رسمی اعلام نشده، ما میبینیم که حزب حاکم یعنی اون آک پارتی به همراه اون همپیمان خودش در ائتلاف جمهور، اینها در 15 کلان شهر و 24 استان دیگه پیروز شدن. ولی نکته که اینجا وجود داره اینه که در مقایسه با انتخابات محلی در سال 2014، اگر ما این رو الان مقایسه بکنیم، میبینیم که در اون مقطع زمانی این حزب کنترل 18 شهر و 30 استان رو داشت، یعنی یک مقداری واقعا ریزش کرده میزان حمایت از حزب حاکم. این یه نکته هستش. و اینکه چرا این مسئله رخ داده در شرایط بسیار خاص سیاسی و اقتصادی در ترکیه، برمیگره به همین مسئله‌ای که شما اشاره کردید. من تصور میکنم که واقعا آنچه که در استانبول و آنکارا رخ داد به نوعی یک همه پرسی بود برای عملکرد اقتصادی آقای اردوغان در چند ماه گذشته، که به نظر می رسید به رغم حالا تلاش هایی که صورت گرفته، دولت آقای اردوغان نتونسته تا به الان یک سیاست راهبردی اقتصادی بلند مدت و مؤثری رو برای حل مشکلات اقتصادی از جمله کاهش ارزش لیر، افزایش نرخ تورم تا همین 20% و افزایش نرخ بیکاری اتخاذ بکنه. یک نکته دیگه که وجود داره که ما باید بهش دقت بکنیم این هستش، اگه ما برگردیم اساسا از نگاه بکنیم به اینکه در این 17 سال چگونه حزب حاکم همیشه آرای بیشتری رو به خواهش اختصاص داده، دلیلش رو بخوایم جستجو بکنیم، میبینیم که اقتصاد همواره به عنوان برگ برنده آقای اردوغان در طول این 17 سال مطرح بوده. یعنی تا زمانی که اقتصاد ترکیه کارآمد بوده، حتی در بحرانی ترین شرایط هم اون میانگین 5.6% رشد اقتصادی همیشه حفظ کرده، این برگ برنده بوده. الان به نظر میرسه که چالش جدی که آقای اردوغان فراروی خودش داره این هستش که بتونه این مسئله، این برگ برنده رو همچنان حفظ بکنه، ولی به نظر میرسه الان این به وبال گردن دولت تبدیل شده. و من تصور میکنم که مسئله اقتصادی مهمترین مسئله بود که باعث شد غالب مردم در شهرهای بزرگ از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر و آنتالیا و حتی حامیان آقای اردوغان در هسته اصلی در واقع که هستن، به طور مثال مناطق آناتولی، اینها هم یک مقدار نسبت به این مسئله حساسیت نشون بدن و رفتار انتخاباتی خودش رو بر اساس این منطبق بکنن، و یک مقدار به خاطر همین من فکر می‌کنم یک جور شکست میتونه یک ضربی برای حزب حاکم تلقی بشه. حالی در اونجا هستی، تا چه اندازه فضا تغییر کرده از منظر اینکه مخالفان آقای اردوغان دلگرم شده باشن؟ ما میدونیم طرفداران آقای اردوغان خیلی پایکار بودن، خیلی فعال بودن در قضیه اون کودتا، یک حرکت مردمی را افتاد و تونست حکومت آقای اردوغان رو نگه داره، ولی آیا شور و شعفی در اردوی مقابل دیده میشه بعد از خصوصا این نتایج؟ اون نتیجه‌ای که الان در دست هست، حالا البته حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم داره در موردش شکایت میکنه، ولی اگر این نتیجه رو ملاک بگیریم، این به هر حال شکستن یک روند 25 ساله، از حدوداً 25 ساله
از اینکه اردوگاه فکری حزب عدالت و توسعه و احزابی که قبل از اون مشابه اون بودن یا چهرهایی که از اون احزاب بودن و بعد در حزب عدالت و توسعه در واقع برآمدن بیشتر در واقع چهرهای برجسته تری شدند، این روند شکسته و برای مخالفان این اردوگاه این امید بخش هست، بارقه ای از امید هست که بتونن نگاه به انتخابات های بعدی داشته باشن، بتونن روی این حساب بکنن که با صندوق رای بتونن در نهایت قدرت حزب عدالت و توسعه و همپیمانهاش رو مهار بکنند. از این بابت خیلی براشون دلگرم کننده بوده، براشون تصویری هست که دوست داشتن در این انتخابات ببینن و هرچند شاید خیلی خود مخالفان حزب حاکم هم امیدوار نبودن که بتونند در تعداد آرا و در سطح کشوری چنان موفقیتی به دست بیارن، ولی استانبول و آنکارا براشون نمادین هست که بتونن شهرداری که خودشون خواستن رو بفرستن به شهرداری، و به خصوص که خیلی ها در سالهای گذشته وقتی حزب حاکم رو متهم به فساد اداری و فساد مالی در این نهادهای عمده شهری میکردن، نهادهایی که پول زیادی در اونها جابجا میشه و فساد در اونها فساد اداری و مالی میتونه خیلی در واقع زیر برگه های اسناد پنهان بشه، الان این فرصتی هم است برای اونها شاید که اگر شهرداری ها رو به دست بیارن این اسناد رو بتونن دنبال بکنن و اون ادعاهایی که قبلا میکردن رو جدیتر مطرح بکنن. آقای ولی شما گفتین که آقای اردوغان شاید به این نتیجه رسیده باشه که گفتمان رو تغییر بده. این گفتمان، این تغییر گفتمان از نظر شما تغییر در روش و منش سیاسی آقای اردوغان خواهد بود به این معنا که او دیگر به سمت متمرکز کردن قدرت بیش از این پیش نخواهد رفت، یا در دیدگاه های خودش نسبت به مسائل دینی و مذهبی و اسلامگرایی ممکنه تغییر بیاره؟ مسئله‌ای که در اینجا مطرح هستش و به دوستان به درستی اشاره کردم، مسئله بحران اقتصادی بسیار بسیار مهم بوده، ولی به غیر از اون بحران سیاسی و بحران اخلاقی هم بوده. آقای اردوغان 200,000 نفر را با نوک قلم امضا از کار برکنار کرده. این 200,000 نفر خانواده هایی دارن، 40,000 نفر را در زندان کرده، بیشترین تعداد ژورنالیست ها در زندان در ترکیه هستند. این بحران اخلاقی حتی در بعضی از قشرهای یعنی پشتیبان آقای اردوغان هم ایجاد کرده، و از طرفی این سیاست خارجی تقابل گرایانه که پیدا کرده هم با کشورهای همجوار و هم با اتحادیه اروپا و بخصوص با آمریکا تأثیرات بسیار منفی روی کنش‌ها و واکنش‌های اقتصاد ملی گذاشته. جوری طوری شده که در اینجا الان در این دوره انتخابات بریم، من صحبت از بحران اخلاقی می‌کنم. یا وزیر کشوری داریم اینجا که مرتب می‌گفت همراه با ایران دارن عملیات مشترک علیه پیکاکا انجام میدن، در صورتی که همان لحظه ایران این مسئله را انکار میکرد. این خودش نشون میده که هدف وسیله را توجیه میکنه. در اینجا به اوجش رسیده، دروغ، فساد، اینا همش قابل قبوله برای اینکه حزبی که ادعای اخلاق اسلامی میکنه پیشرفت بکنه. این در حقیقت مشکلات اساسی برای یک قشر از پشتیبانای آقای اردوغان ایجاد کرد، این طریق برخورد با سیاست. از طرف دیگه به نظر من عدم موفقیتش در سیاست خارجی و تأثیر مستقیم به سیاست خارجی یک مقداری بعدتر خواهیم پرداخت، ولی اینی که شما می‌فرمایید از نظر اخلاقی حزب آقای اردوغان در شرایط مناسبی نیست، آیا اونها نمیتونن بگن که خب مورد حمله قرار گرفتن، کودتای علیه اونها سازماندهی شد که میتونست نظم کشور و ساختار کشور رو مزمحل بکنه؟ بله، این کار را کردن و به حالت اضطراری هم به وجود آوردن. در حالت اضطراری قانون را تعلیق کردن، یعنی اون لحظه استثنایی در ترکیه به وجود اومد که قانون تعلیق شد و حکم حکومتی و حکم رئیس جمهور جای قانون را گرفت. پاکسازی های گسترده کردند و در این پاکسازی های گسترده بسیاری از کسایی که
بسیار شامل این پاکسازی ها شده بودن رفتی به کودتا نداشتن. اینا افرادی بودن که در از نظر فکری و ایدئولوژیک در جبهه مخالف بودن و از این از کودتا درست ممکنه یعنی اتفاق افتاده باشه به درستی یا به هر ترتیب، ولی استفاده ابزاری که از کودتا شد به نظر من از بسیاری از خطوط قرمز و معیارهای اخلاق سیاسی به اصطلاح متعارف گذشت. درست. و من چنان که من خودم این را در دانشگاه ها میبینم، این را من در بین وکلا، ژورنالیستا و غیره میبینم. افراد من ژورنالیست هایی که میشناسم که مدت ها یعنی در چندین انتخابات از طرفداران فراباقرص آقای اردوغان و حزبش بودن. به نکته که اشاره کردید بد نیست که اینطور برگردیم یا اینطور آقایی بخوام که توضیحش بدن که خب خیلی ها میگن که این ممکنه که نشانه ای از شکاف در درون حزب عدالت و توسعه باشه، به خاطر اینکه در گذشته به نظر می اومد که اینها بسیار متحد هستند، ولی وقتی که یک جریان همسو رو یعنی جریان فتح الله گلن رو که سالها همراه بوده با آقای اردوغان اون رو متهم میکنند، این نشون میده که دیگه اون یک پارچگی شاید وجود نداشته باشه. تا چه اندازه این میتونه عامل این نتایج شده باشه؟ قبل از اینکه پاسخ سوال شما رو بدم، من فکر می‌کنم که یک مقداری یعنی نکاتی که آقای ولی اشاره می‌کنن نکات بسیار مهمی هستش، ولی یک صحبتی داشتن در مورد مسئله این که احتمالاً روی سوریا و اردوغان تمرکز خواهد کرد، من روی مسئله خیلی همدل نیستم. ببینید یه دقتی بکنیم، خیلی کوتاه اینو من اشاره بکنم، یه دقتی بکنیم به صحبت‌های آقای اردوغان در روز قبل از انتخابات. آقای اردوغان یه نطقی داشتن اونجا، گفتن که ما اولین کاری که بعد از انتخابات انجام خواهیم داد این هستش که علی سوریه رو اگر با مذاکره حل نشه خودمون در زمین بازی یعنی در سوریه حل خواهیم کرد. ولی زمانی که در روزی انتخابات یعنی شبش وقتی که آرا داشت اعلام میشد و به نظر میرسید که حزب حاکم در آنکارا شکست خورده، آقای اردوغان در اون سخنرانی خودشون در استانبول اشاره کردن که ما باید اولویت خودمون رو اصلاحات اقتصادی قرار بدیم. نکته اینجاست که شب قبلش از مسئله اقتصاد به عنوان اولویت یاد نکردن، ولی بعدش در اون شب اشاره کردن به مسئله اقتصادی. من فکر میکنم که اگر آقای اردوغان میدونست که پیروز خواهد شد هم در آنکارا هم استانبول، با این اعتماد به نفسی که میگرفت احتمال داشت که مسئله سوریه رو با یک سیاست تهاجمی و قاطعانه خیلی جلو ببره و یک مقدار دچار تنش و چالش جدیتر با آمریکا بشه. ولی الان به نظر میرسه که شرایط اقتصادی ممکنه، با قاطعیت من اینو نمیتونم نظر بدم، حدس میزنم که بعید به نظر میرسه که آقای اردوغان در این مقطع زمانی با توجه به مسائل مشکلات اقتصادی که دغدغه اصلی مردم هستش دست به یک اقدامی بزنه در شمال سوریه و بخواد این تقابل خودش با آمریکا رو تشدید ببخشه، چون این خودش یکی از دلایلی هستش که روی اقتصاد تاثیر میذاره. حالا در مورد بحث شما این اختلاف در درون حزب حاکم، ببینید همین مسائل واقعا وجود داره. یه نگاه بکنیم الان آقای احمد داوودوغلو و آقای عبدالله گل و آقای علی باباجان و بسیاری دیگری از کسانی که زمانی از اعضای سرشناس حزب حاکم یعنی آکپارتی بودن، اینها اتفاقا دارن در یک تلاشی دارن در درون اینا خودشون اعضای آکپارتی بودن دارن تلاش میکنن ببینن که نتایج انتخابات به طور رسمی چه خواهد شد و اونجا به خودشون شاید یک حزب تشکیل بدن. یعنی از درون حزب آکپارتی داره یک سری انشعاباتی رخ میده به خاطر همین اختلافاتی که وجود داره. یک نقطه کوتاه بسیار کوتاه اشاره بکنم، ببین همین حزب آکپارتی حزبی بودش که بخش اصلاح طلب و مترقی خواه حزب اسلامگرای فضیلت بود در قبل از سال 2000 و الان به نظر میرسه که سر این مسائل اقتصادی داره یک سری اختلافات هم در درون خود حزب وجود میاد، ولی باید منتظر ببینیم واقعا چقدر عملی خواهد شد و خودشون نشون خواهد داد. آقایی نقدی کردن بر بخشی از حرفای آقای ولی. آقای ولی پاسخی دارین؟ بله، ببینید مسئله بسیار پیچیده تر از اینه که آقایی میفهم. ببینید میگن تمام ببین شکل عرصه سیاسی ترکیه عوض شده با سیستم رئیس جمهوری که پیش اومده، دیگه الان هیچ حزبی به تنهایی قادر نخواهد بود که از اون یعنی حد فاصله 50% بگذره. ما وارد دوره سیاست
ائتلاف ها در ترکیه شدیم. سیاست ائتلاف ها به این معناست که ما سیاست ائتلاف های سنتر رایت یعنی چیز یعنی مرکزی راست و مرکزی چپ خواهیم داشت، ولی اون چی که عملا در اینجا دیده خواهد شد به نظر من اینه که در واقع سنتر مرکز میدان و عرصه سیاسی ترکیه به علت این سیستمی که به وجود آورده ثبات خودش را از دست خواهد داد و بنابراین حزب حاکم همیشه باید با ائتلاف از این خط بگذره و حتی اپوزیشن هم همینجور. و در اینجا دست حزب حاکم باز نیست با چه کسی ائتلاف خواهد کرد. اگر با همین به این ائتلافی که الان وجود داره ادامه بده، باید دید امنیتی و کارت ناسیونالیستیش رو نگاه بداره، ولی این دید امنیتی و کارت ناسیونالیستیش به مزاق طبقه متوسط مدرن ترکیه سازگار نبوده. تنها جایی که میتونه این دید امنیتی و دید ناسیونالیستی را به شیفت بکنن مسئله خارجی هستش. من برای اطلاع مسئله خارجی درنگ کنم آقای من برای اطلاع آقای میگم که همون شبی که آقای اردوغان گفتن فر روز انتخابات در منطقه حلب شمالی برخورد بسیار شدیدی بوده بین نیروهای ترکیه و یگانهای مدافع خلق. خیلی خوب هادی، خب تو با ما از واشنگتن کار میکنی، در اونجا رابطه آمریکا و ترکیه رو هم دنبال میکنی، اگه خیلی کوتاه بگی این تنشی که در روابط آمریکا و ترکیه پیش اومده این تا چه اندازه میتونه نقش بازی کرده باشه؟ خیلی کوتاه لطفا. ما میبینیم که در سنای آمریکا مطرح هست طرحی که جلوی ارائه جنگنده های F-35 به ترکیه رو بگیرن مادامی که ترکیه تضمین نکنه که موشک های S-400 روسیه رو تحویل در واقع مستقر نکنه. به نظر میاد که در واشنگتن داره اجماعی در شکل میگیره که یک مقداری فروش اسلحه و اینجور تجهیزات نظامی به ترکیه محدود بشه، ولی اینکه در این نتیجه انتخابات تأثیری بگذاره در خود رابطه با آمریکا یا اینکه اساساً این تنش‌ها بین واشنگتن و آنکارا تأثیر گذاشته باشه بر وضع کنونی شاید مستقیم نباشه، ولی شاید بشه کسانی این رو ردگیری بکنن در وضع اقتصادی کنونی ترکیه با توجه به اینکه اقتصاد خیلی عامل مهمی بود در انتخابات و اینکه تنش‌ها بین ترکیه و آمریکا هم پیمانش این در اقتصاد تاثیر گذاشته باشه. آقای زمینی که شما میتونید جواب بدید به آنچه که آقای ولی فرمودن، ولی خیلی کوتاه بسیاری میگفتن که در دوره ترکیه به عنوان یک مدل و یک الگو خودش رو مطرح میکرد در میان کشورهای اسلامی، الان مدتی است که دیگه از اون خیلی خبری نیست. ببینید آقای ولی به اون بخش از صحبتاشون که در مورد تغییر مرکز استقلال سیاسی در ترکیه اشاره میکنن من با ایشون کاملا موافق هستم. من نمیگم که ترکیه الان دیگه شمال سوریه رو، حالا این دیسکورس و گفتمانی که داره که علیه نیروهای YPG رو با اون اقداماتی که میکنن اینو فراموش خواهد کرد یک شبه به خاطر دغدغه‌های اقتصادی. نکته که من اینجا میخوام اشاره بکنم این هستش که مسئله اقتصادی رو اولویت قرار خواهد داد، در کنار اون مسئله سوریه شاید در درجه دوم، یعنی میخوام بگم اینجا چون تنش با آمریکا به یکی از مسائل و مشکلات جدی برای ترکیه هم در ابعاد اقتصادی و هم در ابعاد ژئوپلیتیک تبدیل شده، دولت ترکیه نیاز داره که تنش زدایی بکنه با آمریکا. حالا این تنش زدایی ممکنه در شمال سوریه باشه، یعنی میخوام بگم لزوما تقابل نیست با در مسئله سوریه، میتونه یه جوری مذاکره و یک چانه زنی با آمریکا باشه که به این طریق بتونه مسئله سوریه رو حل بکنه، نه لزوما تقابلی که خودش بره حمله نظامی انجام بده. این یه بحثه. یه نکته دیگه اشاره بکنم، ببینید آقای اردوغان، ببینید سال 2023 مصادف است با 100مین سال تأسیس جمهوری ترکیه توسط آتاتورک و آقای اردوغان به عنوان رهبری تاثیرگذار به دنبال این هستش که یک میراثی از خودش باقی بذاره در اون سالی که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری خواهد بود. بنابراین اگر به فکر خودش هم باشه که واقعا هست به عنوان یک رهبر کشور ترکیه که میخواد میراثی از خودش باقی بگذاره، در نتیجه تلاش خواهد کرد که اون پایگاه مردمی خودش تا یه حدی حفظ بکنه، چون در واقع خودش ضربه خواهد دید و اون هدفی که میخواد برای شخص خودش نخواهد رسید در این ترکیه که حالا ترکیه نوین خطاب میکنه. در مورد سوال شما،
ببینید به خاطر این اون مسائل اقتصادی، یعنی خیزش ترکیه در ابعاد اقتصادی بین 2002 تا 2009 بود که ترکیه یک اعتماد به نفسی هم در عرصه سیاست خارجی پیدا کرد و هم در ابعاد داخلی به خاطر این رشد اقتصادی تبدیل شده بود به یک مدلی تا قبل از بهار عربی. وقتی که بهار عربی رخ داد و بعد مسئله شمال سوریه، زمانی که ترکیه منتظر بود که اوباما اون خط قرمز که وقتی بشار اسد رد کرد در حمله شیمیایی در سوریه، وقتی که برای ترکیه مسجل شد که دیگه آمریکا قصد مداخله نظامی در سوریه نداره، اونجا بود که ترکیه من فکر می‌کنم مسائل رو دیگه در دست خودش گرفت و دچار یک سری خطاهایی شد و کم کم تنش با آمریکا، گرایش ترکیه به روسیه، نزدیکیش با ایران و مجموعی از این اختلافاتی که پیدا کرد در قالب ائتلاف ناتو و اتحادیه اروپا، اینها عواملی شد که باعث شد که ترکیه اون در واقع عمق استراتژیک، اون دکترین عمق استراتژیک آقای داوودوغلو همیشه در نظر داشت، این ضربه بخوره. و ما الان می‌بینیم که اون نقشی که ترکیه بازی می‌خواد بکنه به عنوان یک مدل از یک کشوری که مترقی هستش به لحاظ اقتصادی، به لحاظ دموکراتیک و به لحاظ مسائل دیگه، این مقداری دچار خلل شده و مسئله اقتصادی بازم تاکید می‌کنم برای مردم ترکیه بسیار مهم است. تا زمانی که این چالش اقتصادی وجود داره در ترکیه، بسیاری از اقداماتی که آقای اردوغان انجام خواهد داد چه در عرصه سیاست خارجی و سایر مسائل با خلل وارد خواهد شد. بسیار بسیار ممنونم از حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل از ازمیر ترکیه، عباس ولی استاد جامعه شناسی و سیاسی در دانشگاه استانبول و همینطور همکارم هادی نیلی که برای پوشش ویژه این انتخابات به استانبول در ترکیه سفر کرده. ممنون که با این صفحه دو همراه بودید. این برنامه برای یک هفته روی وبسایت بی بی سی در دسترس است. bbcpersian.com/صفحه 2. این برنامه رو میتونید روی کانال یوتیوب ما هم مجدداً ببینید. لینک برنامه در توییتر ما منتشر خواهد شد. شناسه ما @bbcpage2. برنامه بعدی ما رو روز پنجشنبه خواهید دید. ممنونم از همراهی شما. شب و روز بر شما خوش.